در 60 دقیقه امشب به انتشار کلیات برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین میپردازیم. دولت روحانی گفته تا پایان سال سند همکاری های تهران پکن نهایی میشود. از میهمانان برنامه میپرسیم که آیا سیاست های توسعه طلبانه چین در خاورمیانه با ایران کلید خواهد خورد؟ رابطه ای بر اساس احترام متقابل یا ناگزیری یک طرف در برابر دیگری. همچنین در برنامه امشب جستجوی ردپا در آتش سوزی ها و انفجار های هفته های اخیر ایران. آیا واقعا گروهی به نام یوز پلنگان وطن عامل انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز بود یا دست موساد در کار است؟ رونق بازار سیاه دارو در ایران همزمان با شیوع کرونا، چه کسانی از مرگ و میر مردم پول در می آورند؟ و سینمای بالیوود در استراب، آمیتاب بچان اسطوره سینمای هند و 3 تن از اعضای خانوادش به کرونا مبتلا شدند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مدت ها حرف از یک قرارداد مخفی 25 ساله میان ایران و چین بود، ولی حالا متنی 18 صفحه‌ای منتشر شده که ابعادی از ماجرا را روشن می‌کند. برنامه جامع همکاری های ایران و چین، متنی که احتمالاً فهرستی از انتظارات ایران است و به تصویب دولت حسن روحانی رسیده. بر اساس این متن چین تضمین خرید دائمی نفت ایران را به دست می‌آورد و تبدیل به عمده‌ترین سرمایه‌گذار در عرصه‌های اقتصادی و شریک ایران در عرصه‌های امنیتی و سیاسی می‌شود. حکومت جمهوری اسلامی زیر فشار خردکننده تحریم‌های آمریکاست که تا حالا علیه هیچ کشوری با این شدت در زمان صلح اعمال نشده. آیا این ناگزیری‌ها ایران را به باز کردن پای چین در عرصه‌های وسیع از اقتصاد و امنیت و حتی سیاست کشانده؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. سندی که در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دست به دست می‌شود، سندی است از خواسته‌های ایران از چین برای مشارکت در تقریبا همه فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی کشور. در شرایطی که به علت تحریم‌های آمریکا هیچ کشور دیگری حاضر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. سندی که دست به دست می‌شود تألیف وزارت خارجه ایران است، تحت عنوان ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین. سندی که تاریخ آن خرداد ماه است. ظاهرا همان سندی که به تصویب هیئت وزیران رسید تقریبا 3 هفته پیش. سندی که برای نظرخواهی طرف مقابل به چین ارائه شده. در مقدمه آمده 2 تمدن کهن آسیایی، 2 شریک نزدیک با دیدگاه‌ها و منافع مشترک بسیار، یکدیگر را شریک راهبردی خود تلقی می‌کنند و می‌گوید هدف اجرایی شدن بیانیه مشترک 2 کشور است که ژانویه 2016 میلادی 4.5 سال پیش منتشر شد در زمان سفر شی جی پینگ رئیس جمهوری چین به ایران. کلیات این برنامه در این سند 5 صفحه است. در واقع نوعی یادداشت تفاهم یا نقشه راه. علاقه ایران به گسترش همکاری ها در همه زمینه ها، از همکاری های اقتصادی و تجاری گرفته تا همکاری های علمی و فناوری، همکاری در سازمان های جهانی، همکاری های امنیتی، حتی نظامی، بدون جزئیات. سند شامل 3 زمینه است. در صدر زمینه 1 گفته شده که طرف چینی وارد کننده یه ثابت نفت خام ایران خواهد بود و ایران به نگرانی های چین در مورد بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت توجه خواهد داشت. به عبارت دیگر نفت با قیمتی مناسب به چین فروخته خواهد شد. در پایان زمینه 3 جزئیات بیشتری آمده که نشان می‌دهد مقام‌های ایران می‌خواهند چین وسیعاً در ایران وارد و فعال شود. از ترانزیت و حمل و نقل کالا از طریق ایجاد کریدورهای حمل و نقل گرفته تا توسعه بنادر، توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه نفت و گاز، ایجاد مراکز صنعتی، مشارکت در مدیریت و توسعه مناطق آزاد تجاری، ساخت و توسعه بندرها، سرمایه گذاری در متروهای شهری و بخش کشاورزی با برقراری مشوقهای مناسب به قول این سند برای سرمایه گذاری چین در ایران. برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین به تصویب رسید. این همین چند هفته پیش. این امر پیشرفتی بزرگ در تعمیق مناسبات دو جانبه با جمهوری خلق چین محسوب می‌شود. ما در یک مقطعی رفتیم جلو.
یه عده زیادی مانع شدند. این یکی از معماران این سند طراحی کرده بودیم، بسیاری از سازوکارا رفته بودیم. سایناشور اصلا منابع گسترده ای رو قرار بود در حد 200 میلیارد دلار تفاهم شده بود که کار انجام بشه، جلو کار بستن. غربی ها و به ویژه انگلیسی ها در داخل ایران خیلی فعالن که این میدان باز نشه. بنابراین من فکر میکنم که دیگه الان تقریبا همه متوجه شدن که این کار اشتباه بوده. الان همه رسیدن به این که ما باید با شرق کار جدی بکنیم و روس و چین در این زمینه محورهای کلیدی هستن. 17 ماه پیش بود که علی لاریجانی رئیس وقت مجلس برای پیگیری همکاری‌های درازمدت دو کشور در رأس هیئتی بلندپایه به چین سفر کرد. سفری که ظاهراً به نمایندگی از رهبر ایران انجام شد. پارسال یعنی بعد از سفر آقای لاریجانی به چین، که در سفر آقای لاریجانی، چرا حالا آقای لاریجانی میره به چین؟ اینا معنی داره. زمانی که دولت سر کار آقای لاریجانی با حدود 7 تا یا 8 تا وزیر پامیشن میرن چین، برای اینکه پیام مقام معظم رهبری رو دارن برای چین. این ملاقات رهبران دو کشور در تهران تقریبا 4 سال نیم پیش. معلوم نیست که چین تا چه حد در شرایط فعلی حاضر به سرمایه‌گذاری وسیع در ایران باشد، کشوری که چشم‌انداز روابط سیاسیش با جهان خارج نامطمئن است. برای ایران اما روشن است که تحریم‌ها ایران را به طرف قدرتی سوق داده که ایران امیدوار است در این شرایط به کمکش بیاید، ولو به قیمت وابسته شدن ایران به اندازه زیادی به یک قدرت. کسرانجی، بی بی سی. سارا شو، استاد مدعو اقتصاد دانشگاه فودان شانگهای از ناکسویل ایالت تنسی آمریکا با ما هستند. خانم شو، خیلی خوش آمدید به برنامه. کدام ویژگی ایران برای چین دلگرم کننده است؟ ایران یک شریک مهمی برای صادرات چین هست و همچنین از نظر انرژی بخش زیادی از انرژی برای چین تأمین میکنه و این اون رو برای چین مهم میکنه، برای اینکه چین همچنان داره رشد میکنه و نیاز داره به گاز مایع و نفت و این رو از جاهای مختلف وارد میکنه و خب ایران میتونه بخش عمده ای از این رو مثل گذشته در 20 سال اخیر برای چین تأمین کنه و به صورت فزاینده نفت و گاز بیشتری برای چین فراهم کنه. به اضافه اینکه ایران همچنین سرمایه انسانی بالایی داره و خب به نسبت به یک بازار دست نخورده ای داره، بنابراین همه این ویژگی ها اونو برای چین خیلی جذاب میکنن. ما سالهاست که در مورد یک نوع توسعه طلبی خاموش چین در نقاط مختلف دنیا میشنویم، آفریقا، در مثلا استرالیا، در جاهای دیگه. آیا چنین اشتهایی در چین در خاورمیانه هم هست؟ بله، چین به صورت تدریجی به سمت خاورمیانه متمایل شده و کشورهای خاورمیانه هم به چین به شکل کشوری نگاه کردن که خیلی شاید قصد دخالت در سیاست اون کشورها رو نداشته باشه، برخلاف غرب که در بعضی موارد غربی ها دیدیم که برای خودشون دشمنانی در این منطقه ایجاد کردن. چین اینطور نبوده، بیشتر به دنبال توسعه زیرساخت ها بوده و خب این رو پنهان نمی کنه که این کار رو برای یک به اصطلاح رابطه برد برد انجام میده، یعنی یک رابطه‌ای که کشورهای دیگر هم از اون منتفع میشن و سود میبرن و چین هم از اون بهره مند میشه، هم از نظر تجاری هم از نظر سرمایه گذاری و خب شراکت سیاسی. بنابراین این یک جور رابطه است که میتونه به اصطلاح پیشبرد بلندپروازی های ژئوپلیتیک چین هم کمک کنه. ایران تحت فشار زیادیه، همین فشاری که بر ایران هست فرصتی رو برای چین فراهم کرده؟ فکر میکنم خب فشار زیادی روی ایران بوده از نظر تحریم های آمریکا و فشار آمریکا روی بقیه قدرت های جهانی که به این تحریم ها ملحق بشن.
و خب این قطعا نقشی بازی کرده در سوق دادن ایران به سمت چین. ولی خب از طرف دیگر چین هم به طور فزاینده جذاب شده برای کشورهای مختلف خاورمیانه و آفریقا و آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، برای اینکه وام میده به این کشورها برای اینکه زیرساخت‌های خودشون رو بسازن در بسیاری از زمینه‌ها. و از طرف چین طبیعتا نگاه داره میکنه نه فقط به این کشورها به عنوان فراهم کننده منابع طبیعی و بلکه همچنین برای بحث تخصص. بنابراین این یک شراکت مهمی است برای چین و بخشی میشه از اون جاه طلبی ها و آرزوهای چین در خاورمیانه و در سراسر جهان، که خب ما اینو در اون ابتکار راه جاده ابریشم هم شاهد بودیم. دولت دونالد ترامپ فشارهای آورده بر ایران که تقریبا ایران رو در سیاست خارجی این کشور در جایگاه استثنایی قرار میده. اگر آمریکا فشار بیاره بر چین، آیا چین قادر خواهد بود که به ایران به توافق برسه؟ بله، چین تا همین لحظه هم زیر فشار زیادی بوده از جانب آمریکا. خب مثلا میدونیم که یکی از بلند پایه‌ترین مقام های شرکت هواوی در کانادا بازداشت شده به خاطر اینکه هواوی با ایران تحت تحریم ها همچنان به داد و ستد مشغول بوده. بنابراین رابطه چین و ایران تا همین الان هم زیر انتقاد شدید آمریکایی‌ها هست و خب چین در خیلی از موارد از سیاست آمریکا در قبال ایران تبعیت نکرده، این رو مشخص گفته که دوست ایران هست و هیچ موضع سیاسی نمیخواد علیه ایران بگیره و حتی فراتر از اون چین مایل هستش که شرکت داشته باشه در فرایندهای نوآوری، حتی توسعه و ساخت تسلیحات با ایران و حتی به طور بالقوه مانورهای نظامی با ایران برقرار کنه. ممنونم از سارا شو، استاد مدعو اقتصاد دانشگاه فودان شانگهای از ایالت تنسی آمریکا با ما. عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و همینطور استاد تاریخ دانشگاه استنفورد از پالو آلتو در ایالت کالیفرنیا با ما هستند. آقای میلانی، بین ایران و کشورهای دیگه عهدنامه‌های زیادی به امضا رسیده. امروز هم خب در مورد قرارداد 25 ساله ایران چین اطلاعات بیشتری در دسترس ماست. این توافقی که پیشنهاد شده آیا مورد مشابهی در تاریخ ایران داره بین ایران و کشورهای همجوار یا بازیگران منطقه‌ای؟ من چیزی شبیه به این ندیدم هرگز. یعنی قراردادی که تا این حد قرارداد نیست، اینو باید همونطور که در مقدمه برنامه خود شما هم توضیح داده شد، این در واقع خواستهای ایرانه. مقامات ایران توضیح دادن که این طرحی است که اونها برای چین فرستادن، چین هنوز موافقت خودش اعلام نکرده، اونها دارن یه طرح مقابلی تدوین میکنن و از تلفیق این دو طرح اون چیزی که در خواهد آمد قاعدتا اون توافق میشه. ولی همون مقامات میگن چینی ها با 75% این طرح موافقت کردن. من هرگز ندیدم هیچ قراردادی، شد قرارداد رویترز که در ازای 20,000 پوند داده شده بود، این همه دست یک کشور دیگری رو در استفاده از انرژی ایران باز میگذاشت، ولی هرگز من چنین چیزی ندیدم که تا این هم حد از موضع استیصال دست یک کشور دیگری رو باز بگذاره و دعوت بکنه. شرایطی که اینا دارن دعوت میکنن اون کشور رو که بیاد و با تجربه 20 سال اخیر که چین وعده سر خرمن میده ولی اجرا نمیکنه. شما برنامه های چین در ایران در این 20 سال اخیر نگاه بکنید، قرارداد میبندن، توافق میکنن، تعهد میکنن، ولی وقتی که منافع خودشون اقتضا میکنه راه خودشون رو میرن. معلوم نیست که البته کار این قرارداد به کجا برسه، ولی همین چیزی که ایران منتشر کرده نشان از حضور بی حد و حصر چین در عرصه های مختلف است. حرف جمهوری اسلامی اینه که سالها هزینه زیادی رو برای استقلال خودش داده، برای اینکه وابسته به هیچ کشوری نباشه. آیا اگر این قرارداد امضا بشه کم و بیش به همین شکل چنین هدفی رو برآورده میکنه، چنین دیدگاهی رو میشه همچنان برش تأکید کرد؟ به نظر من قطعا نمیشه، الان هم نمیشه، برای اینکه میزان
استیصال رژیم در مقابل چین، میزان استیصالش در مقابل روسیه به قراردادهای انجام میده که همین تا الان اون مسئله استقلال رو مورد شک قرار داده. اون سیاست نه شرقی نه غربی به گمان من کاملا در عمل تبدیل شده به یه سیاستی که اگر میشه از غرب هرچی میشه بگیریم، از شرق هم هرچی میشه بهشون بدیم که ما رو در مقابل غرب دفاع از ما بکنن. اگر ایران یک کشور مستقلی بود، اگه یه دولت ملی بر سر کار بود، حتما سعی میکرد که با چین مذاکره بکنه. شاه هم در 1970 سعی کرد با چین وارد مذاکره بشه، ولی شاه با آمریکا هم مذاکره میکرد، با اروپا هم مذاکره میکرد، با هند هم مذاکره میکرد، با آفریقای جنوبی هم مذاکره میکرد. این رژیم به لحاظ سیاست‌های نابخردانه که مسئول مستقیمش آقای خامنه‌ای هست و مدافع اصلی این سیاست نگاه به شرق هم شخص آقای خامنه‌ای هست، ایران رو در یک موقعیتی قرار داده که رژیم برای بقای خودش دست چین رو باز گذاشته. در از قضیه کرونا بگیرید تا حقوق ماهیگیری در خلیج فارس. ببینید چینی ها در این دو سال اخیر در خلیج فارس چه کردن، چه بر سر ماهیگیران جنوب ایران در آوردن. اون مشتیست نمونه خروار. این خانمی که قبلا صحبت میکرد که چین برد برد میخواد، اینا تبلیغات استعماری است. چین در آفریقا در جاهایی که رفته سیاست برد برد نداشته، اونجاها رو تبدیل به تولید کننده مواد خام کرده، تولید کننده مزارع خودشون کرده، زاره هم از چین حتی فرستاده اونجا. یعنی این نوع نگاه به نظر من نگاه نادرستی است. ولی اگر یه دولت مستقل قدرتمندی سر کار بود، به نظر من حتما در این مقطع با چین مذاکره میکرد، برای اینکه چین یه قدرت براینده اقتصادی است. ولی این یه دولت مستأصل و هر کاری میکنه برای بقای خودش، از جمله تقسیم ایران، بخش دریای خزرشون شاید به روسا بدن، حالا بقیه گاز و نفتشو به تخفیف و با مدت به چین. واقعا به نظر من شرم‌آوره. آقای میلانی، در مورد تازه ترین پروژه های ایران اگر نگاه بکنیم، مثلا چینی ها در پارس جنوبی بعد از مدتی به خاطر تحریم های آمریکا کنار کشیدن. در هر صورت هر نوع توافقی اگر بشه باید طرفین تعهداتی رو هم قبول بکنند. بر فرض اینکه چین تعهداتی رو هم قبول بکنه، آیا ایران در این جایگاه هست که طرف مقابل رو در مقابل تعهدات خودش پاسخگو بکنه؟ به نظر من حتما ایران فعلی قطعا نیست. ایران اگر ایران درست حسابی قدرتمند باشه حتما، برای اینکه چین قطعا محتاج نفت و گاز در حداقل 10-15 سال آینده خواهد بود. فراموش نکنید چینی ها الان یکی از بزرگترین سرمایه گذارا هستند در دانشگاه های مالزی، در دانشگاه های خودشون، برای اینکه سیستم فرکینگ رو پیدا بکنن. اگر فرکینگ رو به اوج تکنولوژی خودشون تبدیل بکنن، نیازشون به خلیج فارس کمتر خواهد شد. به علاوه چین الان روابط گسترده‌ای با عربستان داره، با امارات داره، با ترکیه داره، با اسرائیل داره. این توهم رژیم ایرانه که با تحویل دادن ایران به چین، اونا همه منافع منطقهشون رو، همه منافع جهانشون رو وا خواهند گذاشت و میان 400 میلیارد دلار به این رژیم میدن برای اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه. این توهمه. نه تنها نمیتونن تحمیل بکنن، حتی آوردن این پول، یعنی چند سال الان در چین وعده سرمایه گذاری در ایران داده، ببینید چقدر سرمایه گذاری کردن، آزادگان چقدر سرمایه گذاری کردن. بله. به محض اینکه جای فشار اومد رفتن پولهای ایران رو هم بلوک کردن، وقتی که آمریکا تهدید کرد اونها رو هم ندادن. آقای میلانی، دولت آقای روحانی رفتنی، از این دولت چیزی باقی نمونده؟ چرا اگر این طور این قرارداد یک طرف است، آقای ظریف مثلا به عنوان وزیر خارجه تا این اندازه تأکید داره؟ آقای ظریف به نظرم در آینده شاید همون حرف رو بزنه که تقی‌زاده زد، که من عامل فعل بودم. آقای ظریف اینجا کاری نیست، روحانی هم کاری نیست. گرداننده سیاست خارجی ایران الان اساساً سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای، این دوتا هستن که سیاست‌های ایران رو می‌گردونن و اون چی که می‌خوان
اینها باید انجام بدن. برای من تعجب آوره که آقای ظریف انقدر در دفاع از این قراردادی که حتما قرارداد به گمان من اگه به این شکل اجرا بشه، اگه اون چیزی که تا به حال در موردش می‌دونیم اجرا بشه قرارداد ننگینی خواهد بود، دفاع میکنه، ولی چاره دیگه نداره. یا باید استعفا میداد یا الان باید بگه من نمیتونم این کارو بکنم یا باید اجرا بکنه. اینها قراردادهایی هستن که روحانی و ظریف مبتکر و معمارش نیستن. گرداننده اصلی سیاست خارجی ایران به گمان من سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای. ممنونم از عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و استاد تاریخ دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا با ما. از ششم تیر ماه چندین آتش‌سوزی و انفجار مهیب و پی در پی در تأسیسات هسته‌ای موشکی و نیروگاه‌های برق ایران رخ داده. دولت ایران در ابتدا این حوادث رو کم اهمیت جلوه داد، ولی دو ساعت بعد از انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز یک ایمیل از طرف گروهی که خود را یوز پلنگان وطن می‌خواند به تعدادی از خبرنگاران بی بی سی رسید. این ایمیل نشان می‌داد که این گروه از انفجار نطنز با جزئیات خبر داشته. این در حالی بود که هیچ جا خبری از این حادثه منتشر نشده بود. چه کسی میتواند پشت این ایمیل و محتویات آن باشد؟ بی بی سی فارسی متا دیتا یا ابرداده این ایمیل و ویدیو همراهش را بررسی کرده و به اطلاعات جالبی دست یافته. ژیار گل یکی از خبرنگارانی بود که این ایمیل به دست او هم رسید. ژیار در این گزارش تلاش کرده فرضیه‌های مختلف در مورد هویت گروه یوز پلنگان وطن و حوادث و انفجارهای اخیر را مطرح کند. اخیر در یکی از اماکن تأسیسات هسته‌ای نطنز زنی‌ها درباره حمله اسرائیل به قلب برنامه اتمی ایران گفته این حادثه آتش سوزی بوده. آتش سوزی و انفجارهای پی در پی در کمتر از سه هفته. حوادثی بی سابقه در تأسیسات هسته‌ای، موشکی، برق و پتروشیمی ایران. مقام‌های حکومت ایران ابتدا این حوادث را کم اهمیت خواندند، اما منابع غربی و حال برخی از رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی ایران از احتمال خرابکاری سخن می‌گویند. حادثه بمب‌گذاری، حملات هوایی یا حملات سایبری. دوازدهم تیر ماه، 12:49 به وقت لندن. یک ایمیل از گروهی ناشناس به تعدادی از خبرنگاران بی بی سی فرستاده می شود. این گروه خود را یوز پلنگان وطن می خوانند. مدعی می شوند که حدود 2 ساعت پیشتر، یعنی 2 صبح به وقت تهران، عملیاتی در تأسیسات هسته‌ای نطنز انجام دادند. پس از دریافت این ایمیل، فضای مجازی و همچنین خبرگزاری‌های داخلی ایران رو نگاه کردم، دیدم هیچ خبری درباره حادثه‌ای در نطنز گزارش نشده. یوز پلنگان وطن اسمی بود که قبلا شنیده نشده بود، به همین جهت من جدی نگرفتم. اما حدود 8-9 ساعت بعد سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که حادثه‌ای در نطنز رخ داده. من بسیار متعجب شدم، چرا که اطلاعاتی که در این ایمیل ارائه شده بود نشون میداد هر کسی که این ایمیل رو آماده کرده بود احتمالاً قبل از وقوع حادثه از اون خبر داشته. تصاویر هوایی مرکز تأسیسات غنی‌سازی نطنز نشان می‌دهد که انفجار بر روی زمین بوده. ایمیل گروه یوز پلنگان وطن هم گفته انفجار نه زیرزمینی است و نه انهدام آن قابل انکار است. ایمیل این گروه حاوی یک ویدیو بود. با تحلیلگران امنیت اطلاعات متادیتا یا ابرداده این ویدیو را بررسی کردیم. ابرداده نشان می‌دهد این ویدیو 16 دسامبر سال گذشته ساخته شده، یعنی حدود 6 ماه پیش. امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت است. به جا گذاشتن این ابرداده‌ها چه چیزی درباره سازندگان این ویدیو به ما میگه؟ حرفه‌ای بودن؟ به نظر نمیاد ما با آدم‌های خیلی حرفه‌ای طرف باشیم. با کسانی طرف هستیم که خیلی نسبت به مسائل کامپیوتر، تکنولوژی، اینترنت، جزئیات پشت پرده اتفاقاتی که میافته آشنا نیستن. خب با تغییر تاریخ کامپیوتر هم میشه تاریخ این ابردادا رو عوض کرد، نه؟ براساس نوع رفتاری که دارن به نظر نمیادش این تغییر اتفاق افتاده، ولی از نظر فنی پاسخ شما مثبت هست.
گروه یوز پلنگان وطن در این ایمیل مدعی شدند که عضو نیروهای امنیتی و نظامی ایران هستند که با حکومت در افتادند. مطمئناً این ایمیل برای گمراه کردنه. میخوان شما رو منحرفتون کنه. جف باردین از افسران اطلاعاتی سابق ارتش آمریکاست. او جنگ سایبری آمریکا و اسرائیل با ایران را دنبال کرده. میتونه گروهی باشه که توسط آمریکا، اسرائیل یا هر جای دیگه ای درست شده باشه و بعد جوری وانمود میکنن که انگار به گروه‌های درگیر در موضوعات داخلی ایران مرتبط هستند. از شیوه استفاده میکنن که خود ایران همیشه استفاده کرده، یعنی از گروهی نیابتی استفاده میکنن. چرا؟ چون بعداً مسئولیتی رو به عهده نگیرن. از ششم تیر ماه چندین آتش‌سوزی عمده و انفجار مهیب در تأسیسات هسته‌ای، موشکی، نیروگاه برق و پتروشیمی ایران رخ داده است. انفجار در تأسیسات هسته‌ای و سوخت مایع موشک‌های بالستیک پارچین و خجیر. آتش‌سوزی در نیروگاه شیراز که باعث قطع برق شد. انفجار در کلینیک سینا در تهران که باعث کشته شدن 19 نفر شد. انفجار در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران در نطنز. انفجار در نیروگاه زرگان در اهواز. نشت گاز کلور در پتروشیمی کارون در ماهشهر. بعضی از کارشناسان امنیتی میگویند حوادث در تأسیسات استراتژیک ایران نمیتوانند اتفاقی باشند و آنها را مرتبط به هم میدانند. اگه بخوام برنامه تولید و توسعه سلاح هسته‌ای ایران رو ضعیف یا نابود کنم، چرخه تولید رو هدف میگیرم. مغز متفکر رو، غنی‌سازی و سانتریفیوژها و کارگاه تولید موشک رو میزنم. و سر راه از هر ابزاری که باعث اختلال، تضعیف یا تأخیر در برنامه هسته‌ای ایران بشه استفاده میکنم. فراموش نکن اسرائیل و آمریکا گفتن اجازه نمیدن ایران برنامه هسته‌ایشو توسعه بده. حالا در این بین گروهی به اسم یوز پلنگ‌های وطن مسئولیت رو قبول میکنن و بعد ناپدید میشن. مقامات حکومت ایران میگویند علت این حوادث مشکل فنی بوده و غیر عمدی. در انفجار نطنز تلویزیون دولتی تلاش کرد با نشان دادن بخش سالم ساختمان خسارت‌های انفجار را محدود جلوه دهد، اما تصاویر ماهواره‌ای آسیب شدید به این مجموعه را نشان می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل با استفاده از بمبی پرقدرت مسئول انفجار نطنز بوده است. برخی از رسانه‌های اسرائیل می‌گویند منبع این خبر یاسی کوهن، رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد بوده است. یاسی کوهن، رئیس کنونی موساد، عامل انتشار این خبر در نیویورک تایمز بوده. ایشون 6 ماه دیگه دوران خدمتش تمام میشه. نتانیاهو 6 ماه دیگر تمدید کرده و آقای یاسی کوهن 1 سال دیگر، مرد خیلی خوشبوشی هم هست، وارد بازار غیر نظامی میشه و میخواهد که اون اعتبار و شخصیت و کار افتخارآمیزی رو که انجام داده براش به صورت یک پیشینه مثبت باشه. چند روز پس از انفجار نطنز، شورای عالی امنیت ملی ایران گفت به دلایل امنیتی علت حادثه نطنز را اعلام نخواهد کرد. برخی از رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی ایران هم از احتمال عمدی بودن این حادثه گزارش دادند. بعضی از کارشناسان امنیتی احتمال حملات سایبری همزمان با بمب‌گذاری به تأسیسات ایران را محتمل می‌دانند. حمله‌های سایبری احتمالاً بیشتر برای شناسایی، جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از این مراکز. قدم بعدی عملیات خرابکاریه. حالا چه کسی بمب‌گذاری کرده؟ فکر میکنم آمریکا یا اسرائیل یا هر دو، با همکاری افرادی در داخل ایران که دل خوشی از رژیم ندارن پشت این حمله ها هستن. اگر انفجار و آتش سوزی های اخیر خرابکاری بوده باشند، این یعنی سازمان های جاسوسی کشورهای خارجی عواملی در دستگاه های حساس ایران دارند. نزار زکا شهروند لبنانی آمریکایی است که مدت 4 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود. او میگوید بسیاری از متهمان همبند او در زندان اوین از فرماندهان سپاه بودند. تا
داستانی که در رسانه های ایران خبری از آن دیده نمی شود. اکثر افرادی که در بند امنیتی بودند و متهم به جاسوسی از نیروی قدس سپاه و وزارت خارجه بودند. در یک دهه گذشته اسرائیل متهم به حملات سایبری، ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران شده است. ارتش اسرائیل آشکارا به نیروهای ایرانی در سوریه حمله می کند. اما واکنش جدی از طرف رهبران ایران دیده نشده. آیا ممکن است نیروهای امنیتی ایران خالق این اسم یوز پلنگان وطن باشند؟ گروهی که مسئولیت انفجار نطنز را به عهده گرفته است. فرضیه دیگه میتونه این باشه که ایرانی ها خودشون پشت این گروه هن. اگر عکس‌العملی نشان بدن، اسرائیل و آمریکا شدیداً جواب میدن. این قطعاً به نفع نتانیاهو و دولت ترامپه. به خصوص ترامپ که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. ایرانی ها هم از هر دو متنفرن. از اونجایی که اسرائیل به طور علنی و رسمی مسئولیتی رو به عهده نگرفته، حکومت ایران هم خودش رو ناچار نمی‌بینه که به یک عکس العمل تهاجمی علیه اسرائیل دست بزنه. بسیاری از کارشناسان سایبری میگویند کدهای کامپیوتری در قالب بدافزارها به تنهایی میتوانند تأسیساتی همچون سیستم آب، نیروگاه یا سیستم مالی کشوری را مختل کنند. در یک دهه گذشته بارها هکرهای ایرانی و رقیبان آنها به هم حمله کردند. بین ایران و کسانی که همدیگر رو دشمن همدیگر فرض میکنن با هر تعریفی که دارن، داره وارد دورانی میشیم که جنگ‌های سایبریشون از مرحله دزدیدن اطلاعات داره رد میشه، وارد مرحله ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتیشون میشه. اون چیزی که دولت‌ها اون رو زیرساخت حیاتی میدونن، میگم سدی در نیویورک، منابع زیرساختی در اسرائیل، نیروگاه‌های در واقع برقی و هسته‌ای تو ایران. اونطور که سخنگوی سازمان ملی و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعلام خواهد شد. حکومت ایران سابقه درخشانی در اطلاع رسانی درباره اتفاقات به خصوص حوادث مناطق نظامی و امنیتی ندارد. ترور دانشمندان هسته‌ای در سالهای گذشته و حوادث پی در پی اخیر در تأسیسات استراتژیک ایران حفره عمیق در ساختار امنیتی این کشور را نمایان می کند. ژیار گل، بی بی سی. گرت پورتر، روزنامه‌نگار تحقیقی مستقل از آرلینگتون ویرجینیا در آمریکا با ماست. آقای پورتر نویسنده کتابی هستند با عنوان بحران ساختگی، داستان ناگفته هراس از ایران هسته‌ای، که این کتاب در ایران منتشر شده و آقای پورتر هم برای انتشار این کتاب به ایران سفر کردند. آقای پورتر، شما در کتابتون نوشتید که ایران چیزی برای پنهان کردن نداره، این برنامه مشروع، مواجهه با اون هم مشروع نیست. فکر میکردید که روزی تأسیسات اتمی ایران هدف قرار بگیره، صرف نظر از این که حالا کی ممکنه پشتش باشه؟ بله، این سوالیه که پاسخ دادن بهش خیلی دشوار نیست. واقعیت اینه که هم اسرائیلی ها و هم آمریکایی ها در گذشته بارها تهدید کردن که اقدام کنن علیه برنامه هسته ایران. سالهاست که این تهدید رو کردن، از آغاز همین قرنی که درش هستیم. بنابراین از اون لحاظ به هیچ وجه غیر منتظره نیست. به نوعی میشه گفت که یک داستان قدیمی است. چرا ایران صراحتاً این رو اعلام نمی‌کنه؟ میگن که میدونن که چه اتفاقی افتاده ولی ترجیح میدن که در این باره صحبت نکنند. چرا؟ خب فکر میکنم احتمالاً خیلی پیچیده باشه از نظر محاسباتی که ایران باید بکنه در این مقطع. از این طرف یک مقدار خجالت زده و شرمنده شدن برای اینکه تعداد قابل توجهی از انفجارها رو داشتیم برای یک مقطع زمانی کوتاه. در وهله دوم دارن تلاش میکنن که بهترین راه پاسخ دادن به این قضایا چی باشه. فکر میکنم که ترجیح بدن که
بحث مسئولیت رو در یک مقطع دیگری بهش جواب بدن، وقتی که موضع خودشون به صورت مشخص در زمینه بحث انتقام گرفته باشن. بنابراین فکر میکنم ترکیبی باشه از این عواملی که گفتم. آقای پورتر، شما در کتابتون در مورد تأسیسات نتنز خیلی روشن نوشتید، با دقت و با جزئیات موضوع رو دنبال میکنید. از عکس‌هایی که منتشر شده، از اطلاعاتی که هست، میشه فهمید که چقدر این تأسیسات آسیب دیده؟ خب فکر میکنم واقعا سوال زیادی نباشه که این تردید زیادی نباشه که این یک ضربه جدی بوده به برنامه غنی‌سازی ایران و به خصوص تولید سانتریفوژها. بنابراین خب این یک گام بی تردید به عقب هست برای ایران، ولی خب کسی دقیقاً نمیدونه که چقدر ایران زمان خواهد داشت که این رو جبران کنه، این عقب افتادگی رو. اما چیزی که باید گفت اینه که فاکتورهای زیادی، عاملهای زیادی رو باید در نظر بگیریم. من معتقدم که ایران از الان به آینده، به سوی آینده، از اینجا به بعد تاکید کمتری خواهد گذاشت روی نقش برنامه هسته‌ایش در اون سیاست کلی امنیت ملی خودش. و دلیل اینه که می‌بینیم همین الان یک تغییری شاهد هستیم به سمت چین در درجه اول و بعد روسیه در درجه دوم، همونطور که گزارش‌های این توافق بسیار عمده اقتصادی در این روزها منتشر شده. بنابراین فکر می‌کنم اونها الان شاید نگرانی خیلی کمتری داشته باشن از اینکه حالا بخوان آمریکا و اروپا رو مجاب کنن نسبت به پذیرش برنامه هسته خودشون و یک توافق با اونها داشته باشن. به نظرم اونها از آمریکا و اروپا سلب امید کردن، قطع امید کردن، این سیاستشون رو که در گذشته سیاست مهمی بوده رها خواهند کرد و در این 20 سال اخیر برنامه هسته اونها کلی تلاش متوجهش بود که به هر حال آمریکا بیاد بتونه با ایران از نظر دیپلماتیک تعاملی داشته باشه و تحریم‌ها رو برداره، ولی الان در یک مقطع حیاتی و یک نقطه عطفی هستیم که دارن به سمت دیگری متمایل میشن. تأکید آمریکا و اسرائیل این بوده که ایران اجازه نخواهد داشت که برنامه اتمی خودش رو وارد مرحله تسلیحاتی بکنه و به هر قیمت ممکن جلو اون رو خواهد گرفت. با این ضربه‌ای که وارد شده به نتنز، فکر میکنید که دولت جمهوری اسلامی ایران این پیام رو گرفته باشه و بعد اینها دیگه شاید مثلا غنی‌سازی رو رها بکنند؟ خب پاسخ به این سوال آسونه. ایران برنامه غنی‌سازی خودش رو رها نخواهد کرد و از نقطه نظر اونها این در واقع بهانه‌ای بوده، برنامه غنی‌سازی اونها بهانه‌ای بوده برای دیگران که بخوان ایران رو تضعیف کنند. چون ایران از نقطه نظر خودش بارها به روشنی گفته که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و من در کتاب خودم شواهد و ادله‌ای در اثبات این مطرح کردم. از زمان جنگ ایران و عراق، رهبر وقت ایران خمینی از دادن اجازه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی خودداری کرد با این توجیه که این خلاف اسلامه. بنابراین چیزی که ایالات متحده، یک چیزی که ایالات متحده و متحدانش هرگز حاضر نبودن که بپذیرن این مسئله بوده و فکر میکنم که یک نبود درک اساسی بوده بین دو طرف، بین ایران از یک طرف و جهان غرب از طرف دیگر، که خب این منجر به این پروپاگاندای لاینقطع شده که در این سالهای اخیر شاهدش بودیم. آقای پورتر، آمریکا در مقطع خیلی مهمیه، به انتخابات آمریکا نزدیک هستیم، آقای ترامپ میخواد در قدرت بمونه، از اون طرف هم کم و بیش در نظرسنجی ها عقب. آیا آنچه که در آمریکا در حال رخ دادن هست تأثیرش رو بر روی فضای ایران، خصوصا برنامه اتمی ایران گذاشته؟
خب این سوالی است که من در پاسخهای پیشم بهش تا حدی اشاره کردم. من فکر می‌کنم نقشی که ایالات متحده و اروپا الان ایفا خواهند کرد خیلی خیلی تضعیف خواهد شد، کاهش پیدا خواهد کرد. من فکر می‌کنم که ایران در واقع اون امیدهای اولیه خودش رو از دست داده که بخواد با ایالات متحده به یک توافقی برسه. اونا حتی حاضر بودن برای رسیدن به این هدف بخش عمده از برنامه هسته‌ای خودشون رو رها کنن در ازای اینکه اثبات کنن که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستن. و بنابراین فکر می‌کنم که الان ما رسیدیم به یک دوراهی، یک مقطع حیاتی. ممنونم از گرت پورتر، نویسنده کتاب بحران ساختگی، از آرلینگتون در ایالت ویرجینیای آمریکا. گزارش ها از ایران از رونق بازار سیاه دارو همزمان با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا حکایت دارد. معاون وزیر بهداشت در تازه ترین اظهار نظر خود این گزارش ها را تایید کرده و دولت و وزارت بهداشت را مسئول به وجود آمدن این شرایط دانسته. اما چه عواملی به رونق بازار سیاه دارو کمک کرده و نقش دولت در این میان چه بوده؟ شهدا هوشمندی گزارش می‌دهد. همزمان با سرعت گرفتن دوباره شیوع ویروس کرونا در ایران، بار دیگر پرونده فساد در بازار دارو و تجهیزات پزشکی باز شده. این روایت دو نفر از جامعه پزشکان ایران درباره بازار قاچاق دارو. زنجیره متاسفانه وجود داره که این زنجیره الان داره کار میکنه و کسی هم کاری به کارشون نداره. بالاخره حالا دارن دارو رو توزیع میکنن به صورت آزاد دیگه. بله بفهمه. بعد دیگه نهایتاً که گفتین اون آمپولا احتیاج نیست، ما فاویپیراویر رو گرفتیم براشون. الان مثل ترکیه شدیم که به همه فاویپیراویر میدن، ما به صورت قاچاق داریم فاویپیراویر بله، میدیم دیگه. اونم پیدا نمیشه. بله. یعنی اونم ما اول 40 تا پیدا کردیم. اکثر هم که فرستادیم من جالب بود چون فاویپیراویر بود که مال چین بود ولی در واقع برند خوبی بود و به حال روی ایشون هم چک کردیم درست بود. بعد دوباره یه سری فاویپیراویر دیگه پیدا کردیم. بله اصلا چون ما 40 تا پیدا کرده بودیم کم بود، 20 تا دیگه می‌خواستیم. آره. و دوباره همین اینا میشه بگه چند خریدی خانم دکتر؟ حدودا بسته 40 تاش بگم 18 و نیم میلیون تومان. حالا وزارت بهداشت گزارش‌های غیررسمی را تایید کرده که حکایت از گرانفروشی داروهایی دارد که برای درمان کرونا استفاده می‌شوند. برای این دارویی که اسپرده شد که من اکراه دارم اسمش رو دوباره تکرار کنم، الان تو بازار سیاه به 30 میلیون تا 60 میلیون فروش میره. شنیدیم بله. من شرمندم با عذرخواهی می‌کنم، شاید تقصیر ما تولیت و وزارت بهداشت است. طی سالهای گذشته دولت ایران مهمترین علت گرانی و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران را تحریم‌های آمریکا عنوان کرده. حدود دو سال پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و در ماه‌های بعد از آن تحریم‌هایی که برجام متوقف کرده بود را بازگرداند. اما خزانه‌داری آمریکا تحت عناوین مختلف و در مورد آخر بعد از شروع همه‌گیری کووید 19 اعلام کرده که دارو و غذا شامل تحریم‌های آمریکا نیست. با وجود این مخالفان تحریم‌ها با اشاره به محدودیت‌های مالی و تجاری موجود می‌گویند که در عمل برای واردات دارو مشکلات جدی ایجاد شده، موضوعی که از سوی مخالفان حکومت ایران رد شده و به طور نمونه با تحلیل آمار تجارت خارجی مقدار واردات دارو قبل و بعد از تحریم‌ها را بدون تغییر عمده اعلام کردند. دولت ایران پیشتر اعلام کرد برای واردات دارو ارز 4200 تومانی اختصاص داده، اقدامی که قرار بود تأمین کننده دارو با قیمت مناسب باشد. اما مشاهدات عینی از بازار دارو و مواضع مسئولان ارشد از عدم تحقق این هدف حکایت دارد. اتفاقا هم در ویروس کرونا دست آلوده و ناپاک مایه انتقال ویروس هست، در فساد هم دست‌های آلوده و ناپاک موجب میشوند که فساد منتقل بشه و دست به دست بشه. منتها خب در ویروس کرونا این دست رو اگر صابون زدیم و شستیم مسئله تمام میشه، اونجا دیگه اون دست با صابون زدن و شستن تمام نمیشه، جز قطع شدن چاره ای نداره. گروه های مختلفی در گسترش ویروس فساد در بازار داروی ایران
دست دارند که در تولید یا واردات دارو و یا هر دو ذی‌نفع هستند. از منظر واردات دارو، گزارش‌های زیادی درباره گروهی از دریافت کنندگان دلار دولتی منتشر شده که تعهدات وارداتی خود را انجام ندادند و اصلاً دارو به کشور وارد نکردند. گروهی واردات کمتر انجام دادند و ارزش کالای وارداتی را بیشتر از واقعیت اعلام کردند. گروهی دیگر هم که قرار بوده دارو وارد کنند، کالاهای دیگر به کشور آوردند. چگونه می شود به پدر این شهید گفت رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرک؟ داروهای وارداتی حدود 3% بازار داروی ایران است. 97% باقی تولید داخل است. اما سیاست ارز چند نرخی تجارت و فروش داروهای ساخت داخل را به کشورهای همسایه پرسود کرده، به طوری که عده‌ای بخشی از داروهایی که به اشکال مختلف یارانه یا ارز دولتی برای مواد اولیه آن گرفتند را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند. در 6 ماه اول سال گذشته خورشیدی، میزان تولید دارو در ایران حدود 45-50% افزایش یافت. اتفاقی که نه تنها در دوره بازگشت تحریم‌ها رخ داد، بلکه طی 30 سال گذشته سابقه نداشته. به نظر می‌رسد بازار دارو همانند بسیاری از بازارهای دیگر ایران شرایط نامطلوبی دارد، با این تفاوت که نابسامانی در این بازار به طور مستقیم بر سلامت شهروندان اثر می‌گذارد. شیدا هوشمندی، BBC. دکتر یاسر قرشی، پزشک از سان فرانسیسکو آمریکا با ما هستن. آقای دکتر، الان حرف و حدیث در مورد بازار زیرزمینی دارو هست و همینطور راجع به داروی رمدسویر که در ایران میگن مورد تایید نهایی قرار نگرفته، ولی خب در آمریکا بسیار تجویز میشه، درسته؟ بله، رمدسویر دارویی که FDA الان اپروف کرده و در اکثر گایدلاین های معتبر هم الان به عنوان در واقع تنها داروی مؤثر علیه کرونا در موارد کرونا شدید داره در بیمارستان بستری استفاده میشه. خب حالا فکر میکنید که چرا باید تصمیم در ایران اینطور باشه؟ فکر میکنم این باز برمیگرده به همون سیاستی که توی ایران همیشه دارن، مبنی بر پاک کردن صورت مسئله. با توجه به این بازار سیاهی که راه افتاده برای دارو و کمبود دارو، فکر میکنم وزارت بهداشت فکر کرده که خب ما اصلا اصل قضیه رو تکذیب کنیم، بگیم دارو خیلی کاربردی نداره تا شاید بتونه جلوی این بازار سیاه رو بگیره یا تقاضا رو براش کم بکنه، در صورتی که خب دارو وقتی که در تمام دنیا اثر بخشیش به نسبت مشاهده شده و داره استفاده میشه، مردم خب تمایلشون برای استفاده از دارو و پزشکان تمایلشون برای استفاده از دارو ادامه خواهد داشت و خیلی این سیاست پاک کردن صورت مسئله فکر نمی‌کنم به کارشون بیاد. وقتی که بازار سیاهی وجود داره و دارو با قیمت‌های نجومی در بازار سیاه عرضه میشه، تا چه اندازه کنترل قابل کنترل هست؟ به خاطر اینکه پزشکی که مثلا بیماری زیر دستش هست، مشغول درمان اون بیمار هست، احتمالاً توصیه نمی‌کنه که برید از بازار سیاه تهیه کنید. دقیقاً همینطوره، متأسفانه اصلا قابل کنترل نیست. خیلی گزارش‌های زیادی هست مبنی بر اینکه داروهایی که در بازار سیاه داره به فروش میرسه با قیمت‌های کلان، داروهای تقلبی هست، داروهایی هست که اصلا مشخص نیست چی هست و پزشکان هم متاسفانه امکان این که بدونن آیا این دارو اصل هست و یا نیست براشون وجود نداره. بنابراین خیلی از همکارهای ما ترجیح میدن که با توجه به اینکه دارو در دسترس نیست استفاده نکنن از این داروهایی که در بازار سیاه هست. ولی خیلی از اوقات بیماران، همراهان بیماران به خاطر اصراری که دارن و به خاطر در واقع مطالبی که در میخونن در سطح رسانه‌های بین‌المللی، با توجه به اینکه فکر می‌کنن که دارو ممکنه عصر باشه، ترجیح میدن اون رو بگیرن و اصرار بکنن که برای بیمارشون استفاده بشه. در ایران ما میدونیم که در خیلی از زمینه‌ها برخوردها بسیار امنیتیه. افراد بلافاصله ظرف 24 ساعت در یک زمینه‌های دستگیر میشن، سر از زندان در میارن. ولی وقتی که موضوع دارو به این شکل هست، آیا ممکنه که بدون اجازه بعضی از نهادها یا بدون اینکه بعضی از سازمانها دخیل باشن چنین شکل و وضعی پیدا بکنه؟ اصلا امکان پذیر نیست. اگر شما یه تاریخچه
مافیای داروی ایران رو نگاهی بندازید، متوجه میشید که در اکثر شرکت‌های دارویی به خصوص شرکت‌های تک‌نسخه‌ای که داروهای خاص رو وارد می‌کنن، یک پای شراکت در این شرکت‌ها همیشه سپاه هست یا بنیاد مستضعفان. بنابراین من فکر می‌کنم حتی در همین قضیه قاچاق دارو و بازار سیاه دارو هم بدون دخالت این دو نهاد قدرتمند داخل ایران امکان نداره اصلا همچین وضعیتی به وجود بیاد. گفته شده که مثلا در آمریکا در مورد داروی مثل رمدسیویر دولت سعی کرده که حتی مقدور هرچی دارو هست رو خریداری بکنه، بلکه بتونه به شهروندان بهتر خدمات ارائه بکنه. در جای مثل ایران اصلا امکان مثلا چنین راه حل هایی وجود داره که داروهایی که مورد نیاز هست توسط دولت به شکلی انبوه خریداری بشه و بعد در اختیار عام قرار بگیره؟ قطعا امکانش وجود داره. بسیاری از داروها هست که دولت متولیش هست و خودش وارد میکنه و در واقع در اختیار بیمارستان‌ها یا اون بنیادهای خاصی که اون در واقع خدمات رو به بیماران ارائه میکنن قرار میده. حالا درست رمدسیویر خیلی در واقع از اون مقداری که در بازار موجود بوده رو دولت آمریکا خریداری کرده، ولی باز به هر حال دولت امکانش براش وجود داره که بتونه بخره و در واقع دخالت بکنه در این وضعیت. من فکر میکنم که اینجا در واقع همین نامه‌ای که امروز وزیر بهداشت به رهبر ایران نوشته بود در واقع یه جوریه که انگار میخواد که حمایت اون رو به دست بیاره برای اینکه وزارت بهداشت بتونه دخالت بکنه. من فکر میکنم که الان اصلا وزارت بهداشت اجازه این رو نداره بخواد دخالت بکنه در این وضعیت. در مورد مثلا داروی رمدسویر یا بعضی از داروهای دیگه‌ای که تجویز میشه گفته میشه که اینها داروهای خیلی گرانی نیستند. امکان این وجود داره که در ایران به یک باره بخوان مثلا بعضی از لابراتوارهای تولید دارو رو تغییر بدن، تغییر کاربری بدن و به سمت تولید انبوه چنین داروهایی برن اگر مثلا حمایت‌های لازم صورت بگیره، اگر به این درخواست وزیر بهداشت توجه بشه؟ حقیقتش من خیلی نمیتونم در مورد تولید دارو اطلاعات دقیقی بدم به خاطر اینکه خب در حیطه تخصص همکاران داروساز هست، ولی فکر نمی‌کنم به این سادگی باشه در واقع تولید یک همچین دارویی تغییر کاربری و اینها. هرچند میگم این نظر شخصی منه و اصلا دقیق نیست، همکاران داروساز در این مورد بهتر میتونن نظر بدن. و در نهایت اینی که به رأس هرم قدرت متوسل میشن برای حل و فصل کردن مشکل درمان در ایران، تا چه اندازه ممکن هست که این به جایی برسه؟ والا باید دید که اون در واقع تمایل رهبر ایران به کدوم سمت قرار خواهد گرفت. باز به سمت اون بنگاه‌های اقتصادی خواهد رفت و یا اینکه به سمت مردم؟ خب امکانش هست قطعا اگر رهبر بخواد و دستور ویژه بده به اون نهادهایی که دخیلن در این امر، امکان کنترل شرایط وجود داره و فکر میکنم این در واقع دیگه آخرین ریسمانی هست که وزیر بهداشت سعی کرده بهش چنگ بزنه. و در نهایت آقای قریشی، میخواستم ازتون بپرسم که ما شاهد خیزش دوباره کرونا هستیم به شکلی که شاید خیلی هم انتظارش نمی رفت. واقعا شما اگر بخواید توصیه بکنید در این شرایط چه کار میشه کرد؟ در این شرایط تنها کاری که میشه کرد در منزل موندنه و در بیرون رفتن فقط در شرایط خاص و اضطراری، و وقتی هم بیرون میریم حتما استفاده از ماسک. بجز این دو کار فعلا متاسفانه هیچ راهکار دیگه ای نداره. ممنونم از دکتر یاسر قریشی، پزشک از سان فرانسیسکو آمریکا با ما. آمیتاب بچان، بزرگترین ستاره سینمای هند و از نظر بعضی بزرگترین ستاره سینمای جهان به کرونا مبتلا شده و حالا در بیمارستان به سر میبرد. به جز آقای بچان، حداقل سه عضو دیگر این خانواده از جمله آبیشک بچان پسر آمیتاب بچان و عروس خانواده آشواریا رای هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. پوریا ژافره در گزارشش از یورش کرونا به معروفترین خانواده سینمای هند میگوید. با شرکت در بیش از 200 فیلم و 51 سال سابقه، ستاره سینما در شبه قاره بزرگتر از اون نداریم.
آمیتاب باچان 77 ساله امروز صبح روی شبکه اجتماعی توییتر خبر از مبتلا شدن به کووید 19 را داد و از تمام کسانی که در 10 روز گذشته با او در تماس بودند خواست تا سریعا آزمایش کرونا بگیرند. کمی بعد خبر مثبت شدن آزمایش پسر و عروسش، زوج رویایی بالیوود، هم تایید شد. فعلا فقط نشانه های خفیفی در آمیتاب باچان که در بیمارستانی نزدیک خانه‌اش در مومبای بستری است دیده شده. شرایط پسرش هم مشابه گزارش شده. آمیتاب باچان برای هند یک افتخار ملی است. بیش از نیم قرن است که فیلم های آقای باچان خوراک سرگرمی آنها بوده و حالا با شنیدن خبر ناخوشی او بسیاری از طرفدارانش دست به دعا بردند. برای میلیون ها هندی آمیتاب باچان بزرگترین ستاره است. دفعه آخری که حالش خیلی وخیم شد سال 1982 بود و هزاران نفر بیرون بیمارستان برای سلامتیش دعا میکردن. در این حال این خبر اثر مخربی روی صنعت سینمای هند و بالیوود داره که بعد از ماها وقفه فکر میکرد اوضاع دوباره داره عادی میشه. آیشواریا رای باچان، عروس خانواده، هم در معروفیت دست کمی از پدر شوهرش نداره. آیشواریا که سال 1994 به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد هم از محبوب ترین چهره های سینمای هند است که نزدیک به 50 فیلم بازی کرده. از قضا آرادیا، دختر 8 ساله آیشواریا، هم به کووید 19 مبتلا شده تا 3 نسل مختلف سینمای هند از این ویروس در امان نباشند. خانه مجلل خانواده باچان هم قرنطینه شده و بار دیگر به ما یادآوری می شود که ویروس کرونا بین پولدار و فقیر، مشهور و ناشناس تفاوتی قائل نیست. پوریا جعفره، بی بی سی. می بینید که کرونا هیچ کسی رو در امان نگذاشته. اگه بخواید اطلاعات بیشتری در مورد کرونا دریافت بکنید میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. خبر، گزارش، راهنما، صدا، تصویر، ویدیو و همه چیز رو در مورد شیوع کرونا میتونید در اونجا پیدا بکنید. خصوصا میتونید توصیه های پزشکان رو دریافت بکنید در مورد فاصله گیری اجتماعی، در مورد قرنطینه کردن خودتون، در مورد همه گیری، تازه ترین خبرها در مورد واکسن و دارو، همه اینها در صفحه ویژه ما در bbcpersian.com هست. و همینطور بیماری های جانبی کرونا، مثلا بیماری کاوازاکی که ممکنه اطفال رو مبتلا بکنه و چیزهایی از این قبیل. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه، برنامه های قبلی رو میتونید در وبسایت ما ببینید و همینطور فراموش نکنید که به کانال یوتیوب ما مراجعه کنید و در اونجا هم برنامه 60 دقیقه رو ببینید.